اصل 141 بفرمایید. دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد، مگر اینکه بر طبق قوانین کشور خائن و تبهکار شناخته شوند. اشکال دارید آقای منتظری؟ اولا سیاسی آقا اجازه بفرمایید. پناهندگی سیاسی بخواهند یا میخواهند؟ این یکی اولا پناهندگی سیاسی بله میخواهند است که بهتره. یکی هم که مگر اینکه بر طبق قوانین کشور خائن و تبهکار شناخته شوند، این ممکن است کسی به ذهنش بیاد یعنی اون کشوری که او شخص درشه و بفهمیم کشور خودمون. پس می نویسیم قوانین ایران یه بر طبق قوانینه معلوم نیست. حالا کشور ایران که مناسب نیست، ایران دیگه تفاوت باشد با مجازات اسلامی و ایجاب بکند که پناهندگی داده بشه. نه ما که نمیخوایم مجازاتشون کنیم، ما میگیم ما چه وقت به اون به کشور خودش برمیگردد و مجازات میشود برخلاف اسلام. پس در اون مواردی که مجازات اون دولت ها برخلاف اسلام است شامل نشود. خب این وقت در نتیجه سبب میشه که او را به این دلیل مظلوم تلقی کنن، اون عیبی نداره. مثلا فرض نمیشود اولاد به قتل رسانه، مجازات اونها قتل است. از جای دیگه پناهندگی میره بر طبق قوانین کشور ما جوری باشد که این را شامل نشود. مقامی که اختلاف در مجازات باشد، خائن هست، تبهکار هست، به حسب مجازات اونها قتل است، ما نمیتوانیم که این را رد بکنیم به کشور خودش که بکشند. از جای دیگه پناهندگی چون از چون در جمهوری اسلامی و در قانون اسلام قطعی نیست. مثلا فرد دستش باید ببرند، این را باید خلاصه جبران بفرد که در اون موارد هم اونها را مطلق الان نکنیم بر خون این افراد، راهی باز بگذاریم. آقای خامنه ای، پیغمبر اکرم در مدینه مسلمان مسلمی رو که پناهندگی میخواست به صرف قرارداد با قریش مسترد کرد با اون وضع. ما الان گاهی اوقات کشورها قراردادهایی دارن و میتونن داشته باشن. فرضی آقا اجازه میفرمایید؟ بله، ما به صرف این که تقاضای پناهندگی کرد پناهندگی میدیم. نوشته میتواند، میتواند، میتواند یه حق ایجاد میکنه. شما باید اینجا قید کنید که قراردادی با دولت مطبوع نداشته باشید، این لازمه. میتواند میتواند آقای خامنه ای معناش اینه، یعنی دست دولت بازه. میتواند شما چرا این رو آزاد میگذارید؟ حالا یه نفر در یک زمانی پیدا شد از ارکان این دولت که با این میتواند اونجایی رو که شما الان میفرمایید نمیتواند کرد. این حد برای طرف و برای اون شخص مأمور دولتی ایجاد میکنه. چرا روزه مشتبه بگیرید؟ جناب عالی میفرماید قرارداد بسته اون طرف، اگه قرارداد بسته که دیگه نمیتواند. دولتی اگر یک دولتی از دول همسایه قراردادی داشته باشه که اینها مسترد بکنن پناهندگان رو و پناهندگی ندن. اینا رو اولا هیچ وقت همچه قرارداد عادلانه ای در دنیا هست ما نمیدونیم باشه. قرارداد استرداد مجرمین هست، نه استقرار پناهنده. استرداد یکی همینه که پناهندگی بدیم یا ندیم. و دیگر این که کلمه تبهکار شامل یا خائن، شامل جرائمی که ممکنه قوانین ما اون رو نپسندن نمیشه. کلمه مجرم به جای خائن و تبهکار جامعه ما. تبهکار فارسی مجرمه، بزهکار و تبهکار. مجرم بزهکار میشه و تبهکار شده. آقای کیاوش، اولا دولت‌های عادل برخلاف گفته خامنه ای نباید نسبت به هم قراردادهای غیر انسانی داشته باشند. ثانیا پیشنهاد میکنم به جای به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند، به جای کسانی بنویسم به همه مستضعفان یا مظلومانی که تقاضای پناهندگی بکنند. آقای مکارم،
آقا یه مطلبی فکر میکنم آقای رحمانی گفتن، شاید مزدوری ها اگر نگفتن، این مطلب هست. گاهی یه نفر در یه مملکت مرتکب گناهی میشود، مثلا فرض کنید در اون مملکت سرقتی کرد، مستحق اعدام نبود، اما اگر اونجا بماند اون چنان قوانین اونجا، این همونه که ایشون گفتن. چطور اصلاحش کردید؟ اصلاً این من داشتم فکر میکردم آقا، ممکنه توکل باشه، اما میخوان به اشد مجازات غیر عادلانه مجازات شما، ما پناه بهش میدیم که نابودش نکنن. یه کار کوچکی کردن، سیاسی بدونن، کار کوچک، سرقت کوچک، داریم پناهندگی. حالا اینا که بر طبق قوانین کشور هست میکنن آقا، میگن قرار هست ولی مواجهه نشه شدید. تذکر دوستان این است که آقای رحمانی و آقای مکارم، تذکر دوستان این است که موضوع این اصل پناهندگی سیاسیه و این طوری که آقایون می‌فرمایید اون میشه پناهندگی غیر سیاسی. البته این اصل نفی هم نمی‌کنه که دولت نکنه در اون موارد. ما اینجا اونی رو که خواستیم به دلیل اون مسائل بالا، یعنی به دلیل اصل 138 و 139، به خصوص اصل 139 ایجاب می‌کرده اینکه متعرض پناهندگی سیاسی بشیم. این است که مسئله پناهندگی سیاسی آقای طاهری گرگانی، ما اگر اون پناهندگی سیاسی رو بزنیم، پناهندگی بخواهد پناه دهد، مگر اینکه بر طبق قوانین اسلام استحقاق پناهندگی نداشته باشد. بسیار خوب، پس اجازه می‌فرمایید ما این متن رو با اون تغییر قوانین ایران برای رأی گیری میخونیم. اصل 141، دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد، مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند. لطفا رأی بگیرید. چیزی بید نخواه، اینطور نیست، اون موقعی مثل این که عده کمتر هم بود. حالا ببینیم همونی که هست مطرح. نتیجه رأی، عده حاضر در جلسه موقع اخذ رأی 59، شماره آرا 59، موافق 54، مخالف هیچ، ممتنع 5، تصویب شد.
یک اصل دیگه است آوردم خدمتتون مربوط به همین بخش سیاسی است، یکی هم اونی که آقایون گفتن از بخش اقتصاد مونده. این اصل 140 مربوط به بخش سیاسی رو میخونم. بفرمایید. انعقاد هر گونه قراردادی که موجب سلطه یک یا چند کشور خارجی بر منابع طبیعی و اقتصادی کشور و ارتش و دیگر قوای مملکتی گردد ممنوع است. دو نفر آقایون بحثی دارن. آقای منتظری، این عبارت موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی یا بیگانه بر منابع یک یا چند کشور، بیگانگان یا بیگانه، اون روز هم قرار بود این تبدیل بشه، مثل اینکه خوب این از اصلاح شده رو نیاوردن. سلطه بیگانه گفتیم، بیگانه به صورت مفرد هم بهتره. انعقاد هر گونه قرارداد، یه هم نمیخواد، انعقاد هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی کشور و ارتش و دیگر قوای مملکتی گردد دیگر قوای کشور و اون کشور اولی می افتد و اقتصادی و ارتش و دیگر قوای کشور، اون کشور اولی رو بزنید. شؤون هم بهتر از قواست. اون وقت اگر شؤون گفتیم به خوبی همه اونا رو میگیره، بر منابع طبیعی و اقتصادی و ارتش و دیگر شؤون کشور. فرهنگی رو فرهنگی شؤون برام باید نش ارتش اجازه بدید، بر منابع طبیعی و اقتصادی و ارتش و فرهنگ اونجا باید نوشت. نه، فرهنگ و بعد از اقتصاد، قبل از ارتش. اقتصادی ارتش اجازه بدید، بر منابع طبیعی و اقتصادی فرهنگ ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنون. آقای مکارم، آقای قرشی، بنابراین به این صورت برای رأی گیری میخونم. اصل 140 انعقاد، این انعقادم قرار بود عوض بشه، اینا را خوب نیست آقا. هر گونه قرار داد، قرار شد اصلا هیچ چی نخدا، اینا منابع فرهنگ صحیح نیست، منابع نه آقا، فرهنگ اصلا آقا، منابع طبیعی و اقتصادی فرهنگ ارتش و دیگر ارتش، همون خود منابع. عنایت می‌فرمایید برای رأی‌گیری خونده میشه. اصل 140 هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه. آقا موقع رأی‌گیری قرار نیستش که شما ورقه بگیرید. اصل 140 هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی فرهنگ ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است. لطفاً رأی بگیرید. ما
مالکیت خصوصی محدود به حدود آقای شو، این نوع مالکیت بی جایزه بکنه. نوع مالکیت را بی جایزه بکنه. مثلا نوع مالکیت محدود احتیاجی نداره. نتیجه رای گیری عده حاضر موقع اعلام رای 61 شماره آرا 62 یک رای خارج شد 61 موافق 61 تصویب شد. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. مثل اینکه اصول مربوط به سیاست خارجی همه با اتفاق آرا داره تصویب میشه. اصل 127-4 در این اصل اگر این طور باشه که من میبینم این صحیح اینه که چون اینقدر نداریم به وقت 10 دقیقه داریم به مغرب. اگر آقایون با یک موافق و یک مخالف موافقت میکنید امروز مطرح کنید. بس خیلی شده. خب اجازه میفرمایید ما مطرح کنیم. به هر حال اجازه میدید که این رو قبلا در اون نوشته آقایون یکی تو اون که توی پرانتز این رو بعد اضافه کردن و الا همون خارج از پرانتز متن اصله، یکی هم حدود رو آقایون صبح گفته بودن نباشه که دو مرتبه گذاشتن. اون کلمه حدود رو برمی‌داریم و اونی هم که تو پرانتز نوشتن نوع مالکیت برمی‌داریم به این صورت می‌خونیم. اصل اونی که به این صورت که تنظیم شده عرض می‌کنم. اصل 127-4 نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر اساس 3 بخش استوار است: دولتی، تعاونی و خصوصی. قلمرو و ضوابط هر یک را قانون معین می کنند. اونی که صبح قرار شد اینجا بیاد این بود. بله نه سه بخش این که نمیشه نوشت 3 بخش تو پرانتز اینطور. این چیه پن؟ بخش را بردارید آن مال. بله بخش را بردارید آقا. بله دورم باید داشته باشید. بخش را این چیزیست که آقایون با خط فرستادید صبح و عین نوشته رو هم تکثیر کردم. بله خب اجازه بفرمایید. یک موافق و یک مخالف. آقای هاشمی نژاد تذکراتی دارم نمیخوام بگم مخالف به اون معنا. نه باید مشخص کنید مخالف و موافق. ما میخوایم یک مخالف یک موافق. به این صورت مخالف. پس مخالف هستید بفرمایید. هست اینجا پیشنهاد شما هست ما موافق. اینو صبح نخوندید شما اونجا حجتی؟ اونجا نخوندید صبح؟ بسم الله الرحمن الرحیم.
در این واقعیت جای تردید نیست که همه مون میخواهیم طبق موازین اسلامی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران رو مشخص کنیم و تصور میکنم که حداقل نسبت به تعدادی یا اکثریت کسانی که در اینجا هستند یکی بیش از دیگری حق نداره خودشو به اسلام و درکشو به اسلام نزدیکتر بدونه از دیگران. در کلی قضیه که ما میخواییم فقه اسلام رو پیاده کنیم جای تردید نیست، ولی این مسئله باید مشخص باشه. بعضی از مسائل جزء ضروریات فقه اسلامه، بعضی از مسائل که استنباط فقیه و یک مجتهدی از اسلام این قید درش به کار برده باید بشه که استنباط یک نفر از اسلام اینه. در بعضی از مسائل در فقه هیچ اختلافی بین فقها وجود نداره، اینها جزء ضروریات فقه، به طور قاطع آدم اینها رو به اسلام نسبت میده. در اینجا ما مسلم باید خط مشی کلی اسلام رو مشخص کنیم. اون خط مشی که برای ما جای تردید نیست و اون اینه که همه حرکت‌های کلی اقتصادی اسلام در راهی است که حمایت از مستضعفین درش اصله و در هیچ جا حمایت از مستکبرین مسلم جزء مسائلی نیست که ما بتونیم به اسلام نسبت بدیم. تصور نشه که من با این جمله‌ای که دارم میخوام بگم اصل مالکیت هیچ مطرح نیست و هیچ حسابی در اسلام براش نیست. نه تنها در اسلام، بلکه اگر از اسلام هم بگذریم، اگر مالکیت حداقلش کارگری که کار میکنه اگر مالک محصول کارش نباشه، استثمار چرا در دنیا غلط باشه و رابطه استثماری چرا رابطه ظالمانه باشه؟ این واقعیتی است که هیچ کس نمیتونه انکار بکنه، ولو ممکنه کسی یا گروهی برخیزه و شعار بده که مالکیت خصوصی یا شخصی به طور کلی ملغا، اما این حرفی است که نه تنها اسلام بلکه مبنای علمی هم نمیتونه داشته باشه، چون حداقل اینه که همون گروه ناچار این رو بپذیره که کارگر مالک محصول کار خودش هست. در اینجا مخالفت من از چند نظره. یکی این که مالکیت تعاونی چیزیست که به طور کلی ما نمیتونیم در اینجا ترک کنیم، یک قید و شرطی باید بهش بزنیم. به این معنا مالکیت تعاونی عبارت از اینه که چند نفر با هم جمع بشن، سرمایه مشروعی رو بگذارند و بر اساس سرمایه مشروعی که گذاشتن یک کار تولیدی رو شروع کنند، چه در زمینه صنعتی و یا در زمینه کشاورزی. این به این کیفیت الان تو اجتماع طرح بشه، ولو نویسندگان نظرشون این بوده کسانی که مالکیت مشروعشون نسبت به مالی مسلمه، اینا سرمایه بگذارند در همون حد مشروع و مشغول کار بشن، ولی این در این جامعه عرضه بشه، در جامعه ای که ما میدونیم بافت اقتصادیش در سطح اکثر مسائل یک بافت سرمایه داری است، شامل تعاونی هایی که فردا تعدادی از سرمایه داران در همین شرایط موجود کشور بخوان دست به انجام اون بزنن کاملا میشه. فردا تعدادی از کسانی که دارای سرمایه های نامشروع هستند طبق همون اصلی که ما قبلا تصویب کردیم و هنوز به ثبوت شرعی هم نرسیده و هنوز دولت دست به بازداشت اموال اونها، استرداد اونها به صاحبان اصلیشون یا رد کردن اونها به بیت المال نزده،
طبق این اصل میتونن یه شرکت تولیدی در صنعت یا کشاورزی تأسیس کنن و این اصلم شامل حال اون میشه، در حالی که مسلم نظر نویسندگان چنین چیزی نبوده. در اینجا باید یه قیدی زده بشه. مطلب دیگر این که مالکیت خصوصی در برابر مالکیت شخصی، ما چون در این جو با اون سوابق داریم به سر میبریم، این اصل رو باید یه مقداری محدودتر کنیم. من نمیخوام بگم، تکرار میکنم که نظر نویسندگان این اصل این بوده که این مسئله به طور نامحدود و بدون هیچ قید و شرط در اینجا مطرح شده، نه. عبارت ناقصه، جو ما جو ناسالمیه. به نظر من همونطوری که بعضی از آیون در اون طرف قضیه احتیاط میکنن که اگر مثلا فلان کلمه رو بگیم ممکنه راه سوء استفاده مکاتب انحرافی رو باز بکنه، خوب این احتیاط رو در اینجا هم به کار ببرن که الفاظی و تعبیراتی به کار نبرن به صورت قانون که در یک جوی که بافتش بافت سرمایه داریست تثبیت بشه روابط گذشته و یا سوء استفاده ازش بشه. بنابراین نماز میکنم نمی کنم و هم در مالک خلاص میکنم اینو نمی کنه، با اینکه این رو من تصور میکنم یه مقداری قیود و حدودشو مشخصتر بکنیم که فردا جلو به سرمایه گذاری تعاونی سرمایه دارانی که سرمایهشون رو نامشروع ما میدونیم این جلوشون رو بگیره و مسئله مالکیت خصوصی رو اون حدودی که نظر نویسندگان محترمه و خصوصیاتی که اینا در نظر داشتن در اینجا مشخص کنیم، و الا این عکس العمل‌های سوئی داره و سوء استفاده هایی ازش میشه. برادرمون آقای هاشمی نژاد درباره تعاونی اجازه بفرمایید، درباره شرکت تعاونی مثل اینکه ذهنشون رفته سراغ شرکت های سهامی تضامنی، شرکت سهامی خاص، حتی شرکت سهامی عام هم نه، شرکت سهامی تضامنی، شرکت سهامی با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص، این انواع شرکت ها. در حالی که اصطلاح تعاونی اصطلاح اقتصادی خاصی است در اینجا، کما اینکه بعضی از دوستان تعاونی رو با، چون دو نوع تعاونی هست، یکی تعاونی خیریه‌ای، یکی تعاونی‌های اقتصادی، دیده میشه که اونها هم تعاونی خیریه‌ای رو که در حقیقت اعانه است با تعاونی‌های اقتصادی که انواع و اقسام داره، تعاونی تولید، تعاونی مصرف، تعاونی تولید و مصرف، باز اونها هم اونها رو اشتباه می‌کردن. به هر حال اصطلاح تعاونی در اینجا ناظر به اولا تعاونی اقتصادی است، نه تعاونی اعانه‌ای و خیریه‌ای که غیر انتفاعی است، و ثانیاً هیچ گونه پیوندی با اینکه چند تا سرمایه‌دار بیان و یک شرکت درست بکنن اصلا نداره. نه نه، عرض می‌کنم اصطلاح من میدونم مشخصه، ولی ملاحظه فرمایید شما اون اصلی که قبلا تصدیق کردیم، اصلی که قبلا تصدیق کردیم این هنوز اجرا نشد و سرمایه ها رو مشروع هست کنم بکنیم، فردا بیان این کار رو بکنم. من نظر نویسندگان رو میدونم چیه، ولی این اصل با این کلی چیه؟ خب اجازه بفرمایید. نوعاً رفتن گمان نمی کنم که این اصل با این عظمت فعلا درست بشه. خواهش می کنم که اینو بذارید برای فردا، رای نمیارم اینا با این جوی که ایجاد شد. الان وقت نمازه، اگر دوستان موافق هستن جلسه رو پایان میدیم و انشاءالله فردا صبح مجدداً آقای حجتی هم یک متنی دارن، متن خوبیه، و صبح اول وقت هم تشریف بیارن در جلسه مطرح. نمیشه خدمتتون که صبح خودتون اول وقت تشریف بیارید مطرح.